دهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل، از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس، آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها نهان. حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار، جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، روز شما بخیر دوستان و همراهان برنامه توضیح المسائل. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل ولیک الفرج بر قلب و زبانتون جاری باشه ان شاء الله. از کربلای معلا، از استودیو بین الحرمین، به طور زنده و مستقیم پخش زنده برنامه توضیح المسائل رو ساعت 12:30 به وقت کربلا تقدیم شما عزیزان میکنیم. ممنونم که بیننده این برنامه هستید و اگر موفق نمیشید که پخش زنده برنامه رو ببینید، تکرار برنامه رو تماشا میکنید از همین شبکه. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد رجبیان هستم. سلام علیکم آقا، خیلی خوش اومدید. در خدمت هست. خدا حفظتون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم عجل لسیدنا العزیز الفرج. عرض سلام و خسته نباشید و تبریک و تهنیت دارم خدمت دوستان و بینندگان عزیز. انشاءالله که همواره تحت توجهات ویژه حضرت صاحب الزمان باشید. انشاءالله خدمت از بنده است. دوستان عزیز، از طریق اینستاگرام شبکه جهانی امام حسین علیه السلام میتونید همراه ما باشید با برنامه توضیح المسائل به صورت زنده. از طریق فیسبوک برنامه توضیح المسائل میتونید ما را همراهی کنید. همچنین از طریق فیسبوک شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما هستیم با پخش زنده. دوستانی که موفق نمیشن پخش زنده برنامه را ببینن، میتونن همراهی کنن ما را در یوتیوب و فیسبوک و تکرار برنامه رو یا فایلی که ذخیره میشه در یوتیوب رو ببینن. تلاش بنده و جناب استاد هم این هست که هر روز بعد از برنامه یا در برنامه لایو اون روز رو در فیسبوک شیر میکنیم تا دوستانی که جزء فالوورهای صفحه بنده یا صفحه جناب استاد رجبیان هستن بتونن همراهی کنن برنامه رو و ارتباط بهتری پیدا کنن با برنامه. دیگه چه راهی رو بگم؟ شبکه امام عصر رو هم که دیروز گفتم، امروز هم اعلام میکنم که در همین تایم با ما لایو میرن و پخش زنده دارن و اپلیکیشن، وبسایت و راه‌های ارتباطی دیگر. از جمله راه‌هایی که شما میتونید ارتباط مستقیم داشته باشید با برنامه، شماره تلگرام و واتساپ برنامه هست که 2096477300414 هست که در تلگرام و واتساپ به ما پیام میدید. یک سری از دوستان یک سری پیام دادن و نگران جواب سوالاتشون بودن، به خاطر اینکه معذرت میخوام برای دفعه سوم در این چند روز من اعلام میکنم و عرض میکنم و معذرت خواهی میکنم بابتش که من کسالت داشتم نبودم، سوالهای زیادی اومده بود و سوالاتشون رسید از ما و انشاءالله از امروز شروع میکنیم به جواب دادن سوالات عزیزان. پس یک کوه سوال داریم و آروم آروم انشاءالله سوالها را جواب میدیم. نگران نباشید، انشاءالله به یاری خدا و لطف جناب استاد در همین چند روز سوالاتی که عقب افتاد رو جواب بدیم تا برسیم به سوالات روتینی برنامه. جناب استاد بفهمید اگر صحبت مقدماتی هست، اگر خیر که خواهش میکنم. عرض شود که بعضا دوستان سوال دارن و به
دلایل مختلف سوالشون رو نمیفرستن، هستن از طریق شبکات اجتماعی که سوالاتشون رو میان مثلا در صفحه شخصی من از من میپرسن. بله، حالا من جوابم میدم معمولا، اما بهشون توصیه میکنم که به شماره برنامه توضیح المسائل سوالشون رو بپرسن، چون اگر که از طریق برنامه سوال پرسیده بشه، خود طرف که به جوابش میرسه، خب میلیون ها دنبال کننده دیگه هم ممکنه به حال این سوال برشون سوال باشه، مطرح بشه. بعضی هستن اینجور، بعضی هستن کلن حالا یا مثلا خجالت میکشن، نمیدونن، به هر طریق سوال دارن اما سوالشون رو نمیپرسن، یعنی حاضرند که یک عمر با ابهام زندگی کنند. بله. با ابهام، چون آخه مسئله شرعی، مسئله فرض کنید این مسئله که در مدرسه است، در دانشگاه است، حالا میشه آدم ندونستم حالا با ابهام جلو بره تا یه وقتی متوجه بشه، کم و زیادی برای آخرت انسان نداره، هرچند همون هم دنیای انسان رو ممکنه، علم خوبه، علم بهتر از جهله، لکن مسئله شرعی و فقهی یک طوریه که خب طرف یک سال نماز میکنه بعد میفهمه بابا نمازم اشتباه بود، بله، یک سال فلان عملو انجام بده، پس بنابر این بایستی خجالت رو کنار بگذاریم. مثلا الان که مثل قدیم هم نیست که رو در رو بخوان سوال بپرسن، سوال میپرسه اینجا میاد، ما اصلا نمیدونیم کیه، یه سوال اومده میخونیم، بله، جواب میدیم. و به هر حال من دعوت میکنم از بینندگان که اول جدا به خط شخصی من یا شما یا هر کس دیگه، بله، پیام ندن، سوال نپرسن، سوالشون رو به همین شماره ای که حالا زیرنویس هست و حضرت عالی هم بیان میکنه تا عمومی جواب داده بشه و دیگران هم استفاده کنن، ضمن که ما وقتمون ایجاب نمیکنه که تک تک بخوایم در مثلا صفحه شخصمون به بینندگان جواب بدیم. و همین که اونهایی که سوال دارن اما به هر دلیلی نمیپرسن، اینا ضرر میکنن. الان خدای تعالی این راه رو باز گذاشته، بعد یک کسی سوال داشته باشه، حالا یکی خجالت میکشه، یکی حوصله‌اش نیست، یکی به هر دلیلی، لذا من دعوت میکنم به هر دلیلی که هست اول سوال رو همینجا بپرسن و بعد سوالاتشون رو هم بپرسن، ما هم در خدمتشون هستیم انشاءالله. اگر سوال جدیدی هم باشه که نیاز به نظر جدیدی از مراجع عظام باشه، ما از خود آقایون مراجع میپرسیم، و اگر که نیازی به نظر جدیدی نباشه و نظر آقا از قبل صادر شده باشه، که ما در خدمتشون هستیم. خیلی ممنون و متشکرم. پیرو صحبت آقا، من عرض کنم که دقیقا همینه که میفهمم بنده و حتی روابط عمومی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، هر بزرگواری که سوالات شرعی داشته باشه حتی برای بنده نمیفرستن. دوستان روابط عمومی لطف میکنن سوال رو، بینندهی که سوال رو میپرسه شماره رو در اختیارش میذارن و میگن سوالتون رو لطفا از این شماره بپرسید، برای بنده بفرستن، مسلما من در برنامه مطرحش میکنم، ولی و یا اینکه خودشون میتونن برای شماره توضیح المسائل بفرستن، ولی ترتیب ما و قرار ما بر این هست که وقتی سوال برای خود برنامه بید و ارتباط ما با بیننده برقرار بشه، شاید خود بیننده ناظر و بیننده اون زمان سوالش باشه و در بطن اون سوالی که میپرسه یک سوال دیگه پیش بیاد، اینطوری راحت‌تر به نتیجه میرسه. و یک نکته کوچیکم بگم از این موضوع خارج میشم، سوالات شما رو پرسم که شما عزیزانی که لطف میکنید و شماره برنامه توضیح المسائل رو هدیه میدید به دوستانتون و عزیزانی که سوالات شرعی دارند، محبت کنید بهشون اعلام کنید که تماس جواب نمیدیم و منتظر جواب سوالشون از طریق واتساپ یا تلگرام نباشند، سوال رو بفرستند. ضمن این که شماره برنامه توضیح المسائل رو میدید، فرکانس شبکه جهانی امام حسین علیه السلام یا راه‌های تماشای شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو هم بدید به این بزرگواران تا بتونن همراه ما باشن. شما دیگه جزء دوستان و همکاران من حساب میشید در نشر معارف و احکام و ممنون از محبت شما هستم. اینطوری کار رو سخت نمی‌کنیم، اینطوری کار رو در مسیری میذاریم که به نتیجه برسه انشاءالله. خب بریم سراغ سوالات دوستان.
بیننده بزرگواری پرسیدن که سلام بر شما و همکاران شما، من یک سوال داشتم. نماز والدین را می توانم هر وقت بخونم یا وقت معین داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر منظور از نماز والدین نمازیه که قضا شده، والدینی که از دنیا رفتن نماز قضایی دارن و الان ما میخوایم براشون نماز به جا بیاریم، این وقت خاصی نداره، هر زمانی میتونن بخونن، میتونن صبح، ظهر، مغرب، عشا، نصف شب، هر زمان میتونن بخونن. آیا صدقه دفع بیماری هم میکند؟ صدقه دفع بلا میکنه، دفع بیماری میکنه، اما ببینید یک حد وسطی رو ما باید رعایت کنیم. هم من عرض کردم چه در قبال توسلاتی که داریم، چه در قبال صدقاتی که میدیم، دین اسلام دین وسطه. نمیشه ما رعایت مسائل بهداشتی رو نکنیم به اسم اینکه ما داریم صدقه میدیم. باید رعایت مسائل بهداشتی، پروتکل های بهداشتی بشه و صدقه هم داده بشه. نه، ببین در دنیا یک امور مادی داریم، یک امور معنوی داریم. یه شخصی از خدای تعالی خونه میخواد، ماشین میخواد، پول میخواد، دارایی میخواد. این نمیشه فقط بره در حرم امام حسین بشینه و چنان که در زمان پیغمبر هم یه همچین کسانی تو فقط تو مسجد نشستن، روایت دارن پیغمبر اومد اونا رو بیرون کرد. ببینید باید طرف اهل کار و کوشش و کسب در روزی حلال باشه، زحمت بکشه، در این حال توسلش به حضرات معصومین باید باشه. بله، این توسل نقش مهمی داره، نقش پررنگی داره. این صدقه دادن در محفوظ ماندن از بلا و امراض و مریضی نقش پررنگی داره، اما به شرط اینکه اون نیمه دیگه، یعنی مثلا زحمت بکشه طرف بره کار، توسل هم داشته باشه، مسائل بهداشتی رو رعایت کنه، خب اما صدقه هم بده، دست توسلش به دامن حضرت صاحب الزمان و اهل بیت عصمت طاهرت هم باشه. ببین اینا همه با هم. اگر کسی فقط رفت کار کرد، مغرور شد که من نیازی به خدا و اهل بیت ندارم، شکست میخوره. در قرآن هم نمونه هایی هست، در روایات هم هست، در تاریخ هم هست، تجربه هم هست، همین الان هم میشه دید. اگر کسی هم دست از کار و کوشش کشید و فقط گفت من میخوام توسل کنم خدا از آسمون پول برای من مثلا نازل کنه، این هر دو باطله، هر دو افراط و تفریطه. هم کار، هم توسل، هم رعایت، هم صدقه. ببینید اینجور باید رعایت بشه. گاهی اوقات بعضی هم شیطنت میکنن، مثلا میگم که باید. مثلا توسل تنها برای که مثلا شیطنت کنن، برای که تمسخر کنن، ولی خب بعضی اوقات هم طرف واقعا عقیدش این میشه که این عقیده اشتباهیه. در دنیا ببینید آیه قرآن هم فهمید که رب بناهات نافد دنیا حسن فل آخرت حسن، هر دو دنیا و آخرت، یعنی هم سبب مادی و هم سبب معنوی باید در کنار هم داشته باشیم برای جمیع کارهامه. بعد البته من یه نکته کوچیک اضافه کنم، تقریبا پیرو هم صحبت های یکی دو جلسه قبل بعضی ها برداشتشون این هست که این صدقه دارم اینم پس دیگه باید دفع بشه، بیماری باید دفع بشه، بلا باید دفع بشه. اگر هم دفع نشه شاکیه که چرا پس صدقه دادن، پس صدقه دادن دفع نمیکنه. رابطه بین ما و خدا نباید فراموش بشه. احسن. رابطه عبد و ما عبدیم، خدا عبد ما نیست علیاذ بالله، که ما هرچه گفتیم خدا و اولیاش مجبورن اطاعت کنن. خدا مولاست، اولیاء الله، اولیاء الله مولا هستن، ما عبدیم. ما درخواست میکنیم، اگر به صلاحمون بود به ما داده میشه، خب، و اگر به صلاحمون نبود داده نمیشه. چه بسا بدترش رو، یعنی اینجا تو عراق یه لفظی هست، معذرت خواهم، یه لفظی هست بیشتر کربلایان میگن، یعنی دفع الله ما کان اعظم، شاید بدتر از اینها بعد میشده با دفع اون صدقه کمتر شده، درسته؟ ببینه همه اینها درسته، اما یه عقیده اگه درست بشه این مشکل حل میشه. ما جای خودمون رو با خدای تعالی، با اهل بیت عصمت طاهرت اشتباه میگیریم، یعنی ما دستور میدیم، حد خودمون رو نمیشه، ما دستور نباید بدیم، ما باید خواهش کنیم، ممکنه قبول بشه، ممکنه قبول نشه. حالا این که روی چه میزانی قبول میشه و روی چه میزانی قبول نمیشه، خب دلایل و حکمت‌های مختلفی داره، عرضم شده. مثلا یکیش اینه که خب گناه، مکروه،
دل شکستن، کارهایی که نباید بکنیم و کردیم، اینا باعث سلب روزی میشه، باعث اینکه امضا بشه. چون ببینیم پرونده ما هفته ای دو مرتبه به محضر مقدس حضرت صاحب الزمان ارائه میشه و اونجاست که هفته ای دو مرتبه تقریبا یک کاری شبیه به اون چه که در شب قدر انجام میشه، هفته ای دو مرتبه انجام میشه، که چه کسی مریض بشه و مریضی از چه کسی دفع بشه در همون پرونده که به محضر مقدس آقا صاحب الزمان میبرن تعیین میشه. چه کسی روزی داده بشه، چه کسی روزیش تنگ بشه در همون، چه کسی از دنیا بره، عمر چه کسی تمدید بشه. ببینید اونها همه اینها یک نظامی هست در این عالم. ما فقط ملک رو میبینیم، ملکوت نمیبینیم. شما ببینید اگر ملک کربلا یک سرزمین بیابان گرم دیگه همین که دارید میبینید، خشک، ملکوت کربلا یک باغ بسیار زیبای، خب ببین اینها کسانی که به یک مقامات میرسن اینها رو میبینند، اینها دیدنیه ولی هر کسی نمیبینه. یک باغی از بهترین باغهای بهشته، بعد ملکوتی کربلا. خب مشهد روایت داریم بین اون دو تا کوه، باغی از بهترین باغهای بهشته. در یک نظامیه، یک سیستمیه در عالم ملکوت این دنیا که دیدنی هم هست، منتها خب باید به یک مراتبی انسان برسه و خب متاسفانه کمتر کسی همت میکنه در بعد معنوی که به اون مقامات برسه که بتونه این چیزها رو ببینه. بله. اما میخوام بگم یک نظامی هست، اینطوری نیست که مثلا خدا نشسته علی عزو بالله هر که خودش خواست مریض میکنه، هر که خودش دلش خواست مثلا خوب میکنه. یه سیستمیه که شما با توجه به اعمال شما که به محضر آقا صاحب الزمان هفته دو مرتبه میبرن، خلاصه سیستمیه، نظامیه در بعد ملکوت عالم و اینها مربوط به اونه. اما حالا خیلی نخواهیم اینجوری معرفتش کنیم، یه دید رو درست کنیم. خدا مولاست، ما عبدیم، ما علیاذ بالله مولا نیستیم و خدا عبد باشه. ما خواهش میکنیم ممکنه بنا به هزاران دلایل و حکمت مستجاب بشه، ممکنه به هزاران دلیل و حکمت مستجاب نشه. زمینه که صدقه رو انسان باید از باب استحبابی که داره بده، یعنی صدقه بده، خدایا تو دوست داری که من صدقه بدم. صدقه منفعت‌های زیاد داره، ثواب داره، دفع بلا میکنه، چه میکنه خیلی خاصیت ها داره. فقط همین دفع ممکنه از هزاران خاصیت و فایده‌ای که در صدقه دادن اومده، خب یکیش مثلا رفع مریضی، اون یکی انجام نشه، اما خب ما بقیه که انجام شده. خیلی ممنونم، شکر. میان برنامه ببینیم برنامه. یا ادامه بدیم؟ نه ببینیم، میان برنامه رو ببینیم، در خدمت شما هستیم. غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مدح گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی
که سر گرفت ز امر دلیر کیست میری که خب باز هم ممنونم از دوستان اتاق فرمان به خاطر این کلیپ زیبایی که در مورد آقا امیرالمومنین علیه السلام بود. دو تا نکته عرض کنم. یکی اینکه 19 ذوالحجه یک روز تاریخی هست برای شهر مقدس کربلا. این حمله عثمانی ها به کربلا هست که یک جریان خاصی است. حالا هر وقت که وقت مناسبی بود برای این صحبت من عرض میکنم و جریان رو میگم که حمله کردن و چه شد و چه بلاهایی سر مردم شهر مقدس کربلا اومد و چه آسیب هایی رسید. مطلب دوم این که 20 صفر 20 ذوالحجه، چون ذهنم درگیر یک موضوع دیگه بود، 20 ذوالحجه بزرگداشت ولادت آقا امام کاظم علیه السلام هست و همینطور که میدونید شبیه جهانی امام حسین علیه السلام در این چند ساله که توفیق خدمت به شما عزیزان رو داره از 20 ذوالحجه تا تقریبا روزهای نزدیک به محرم ایامی رو بزرگداشت ولادت آقا امام کاظم موسی بن جعفر با والحوائج میگیره و برنامه ها تغییر میکنه به سمت آقا امام کاظم. چرا این مطلب رو عرض کنم؟ به خاطر اینکه فردا میخوایم با جناب استاد انشاءالله مفصل صحبت کنیم در این موضوع که یک نکته خاصی در این موضوع هست که 7 صفر رو یک عده خیلی کمی، حالا نمیدونم، حالا شاید الان هم من بگم شما تعجب بکنید که مثلا مگر میشه و یک عده خیلی کمی 7 صفر رو روز ولادت امام کاظم میدن، در حالی که این روز طبق روایتی روز شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هست و خیلی ها چه در اروپا چه در افغانستان چه در هندوستان شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو میگیرن 7 صفر. حالا یکی دو دقیقه تا پایان برنامه هست، من از جناب استاد خواهش کردم که فردا در این موضوع صحبت بکنیم، انشاءالله یکم هم بازتر بشه هم ما معرفتمون نسبت به درگاه آقا مصعب بن جعفر بیشتر بشه. جناب استاد 2 رو سوال بپرسم یا اینکه شما صحبت بکنم؟ خواهش میکنم. من حالا یه مقدمه‌ای برای فردا عرض کنم. البته من شاید چند مرتبه جسته و گریخته عرایضی عرض کردم. فرمایشات. در همین برنامه توضیح المسائل عرایضی در مورد 20 ذوالحجه و 7 صفر عرض شده. در یک برنامه‌ای به نام زیارت اربعین که شارع قبله اونجا داشتیم در ایام اربعین، بله با اجرای آقای میخل افزاده، بله اونجا هم عرایضی عرض شد. حالا باز من یک جمع‌بندی از همه اون عرایض رو من سعی میکنم جمع کنم و من 1 دقیقه و 20 ثانیه جسارت نمیشه عرض کنم که روز 7 صفر از چه زمانی چی شد که بعضی مثلا توهم تولد کردن و 20 ذوالحجه به نام اون منابع تاریخی که هست روز میلاد با سعادت هست موسی بن جعفر. خب البته بعضی هم دهه آخر ذوالحجه کلا میگن، اما خب وقتی یک روز مشخص هست بهتر از اینه که یک دهه رو بگیره. من فردا در خدمت شما خواهم بود انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم از شما عزیزانم، ممنونم که همراه ما بودین. من خداحافظی کنم دوستان. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءالله که هر کجای دنیا هستید به زودی های زود روزیتون بشه زیارت عتبات عالیات در پناه امیرالمومنین باشید. سلام خدا شبت به هر نکته ایام میده طریق بندگی به بندگان نشان شرح تو زیر مسائل است و شیوه امر